فلسطین ما هستم، به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروزم با آموزش سبزی پلو با تهنداز کوکو سبزی در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. سبزی کوکو: برنج، آرد گندم، تخم مرغ، فلفل، زردچوبه، نمک، پودر سیر به مقدار لازم. برنجمون رو میذاریم رو شعله گاز تا بجوشه و به شکل کته در بیاد. شما به دو روش میتونید درست کنید. یکی اینکه برنجتون رو آبکش کنید و کنار بذارید، یکی اینکه مثل من کته درستش کنید. پس من قابلمه‌مو گذاشتم رو شعله گاز تا به جوش بیاد، بعد یه مقدار بهش روغن اضافه میکنم. برنجمون به جوش بیاد، ما مواد کوکومون هم آماده میکنیم. من چون سبزیم فریزری بود مجبوریم بهش آرد بزنیم و یعنی امکان داره باز بشه، ولی اگه سبزی شما آماده بود نیازی به آرد نداره. تخم مرغامونو میشکنیم، مرغامون رو شکوندیم، ادویه‌مون رو می‌زنیم، پودر سیر، البته سبزی من سیر تازه هم توش بود، فلفل سیاه، زردچوبه یه مقدار بیشتر می‌ریزیم تا کوکومون خوش رنگ‌تر بشه و یه مقدار نمک. اول هم میزنیم، هم که خود آردمونم بهش اضافه میکنیم. اون سبزی هم که کنار داریم برای سبزی پلومونه، آردمونم اضافه میکنیم. حسابی هم میزنیم تا موقع پخت پف کوکومون زیاد بشه. هر چقدر بیشتر هم بزنیم کوکوتون بیشتر پف میکنه. ظرفی که میخواییم برنجمون و کوکومون رو درست کنیم یه مقدار روغن میزنیم، میریزیم و میذاریم رو شعله گاز تا کاملا روغنمون داغ بشه. همون به قول افتاد میتونیم سبزیمون رو بریزیم تا سبزیمون هم با برنج بپزه. یه هم میزنیم و میذاریم تا بجوشه. چون تهم‌اندازمون هم کوکوه، به خاطر این من سبزی پلومو خیلی نکردم، در حد متوسط ریختم. همون کاملا داغ شده، میتونیم مایه کوکومون رو بهش اضافه کنیم. خوب بازش میکنیم تا همه جا یک نواخت بشه. درشو میذاریم، با شعله کم میذاریم کوکوی در خودشو بگیره، بعد برنجو بهش اضافه میکنیم. حتما شعله گازتون رو کم کنیم. این شکل تقریبا خودشو گرفته، کتمون آماده شد. بعد از اینکه آبش خوش شد من یه مقدار بهش روغنم اضافه کردم، الان میریزم روی مواد کوکومو. آروم آروم بریزین که کوکو از هم باز نشه. بعد از اینکه برنج و خمر رو ریختین با پشت قاشق کاملا صاف و یک نواختش کنید. فقط باید با شعله کم بذارین که دم بکشه، کوکومون نسوزه. حالا میتونید در کنارش یه مقدار ماهی هم سرخ کنین و نوش جان کنین. من توی یخچال یه مقدار ماهی داشتم، اونا رو هم سرخ میکنم و کنارش میذارم. دان
سبزی پلو ما با تهنداز کوکو آماده شد. کنارش ماهی هم سرخ کردم گذاشتم. امیدوارم این غذای فوق‌العاده خوشمزه و مجلسی رو درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.